برای انتخاب بزرگان تاریخ ایران و تکمیل فهرست 6 نفر نهایی، گروهی از برجسته ترین مورخان و دانشگاهیان رو دعوت کردیم. همون اوائل داورا تصمیم گرفتن همه شخصیت‌های معاصر رو حذف کنن، اما حالا باید دید سر حرفشون میمونن یا نه. فعلا که سرعتشون بد نیست و دارن خوب پیش میرن. من از این میخوام میزه مکرفان حذف کنم. شما آیا همه عقیده هستین؟ موافقی؟ بله. بنده میخوام ابو مسلم خراسانی رو حذف کنم. کتابی پیشنهاد شما چیه؟ بابک خرمدین. بسیار خوب، مرسی. پس فعلا سه تا شخصیت رو داریم باهاشون خداحافظی می‌کنیم. بابک خرمدین، ابو مسلم خراسانی و میرزا ملکم خان. همه موافق هستن؟ من می‌خوام با وجود همه علاقه‌ای که بهش دارم جبار باغچه‌بانم. موافقین همه؟ منم باقر خانم بهش اضافه می‌کنم، چون معیاری که برای من مهم هستش پیشرفت اخلاقی ایران و عدم خشونت هستش. پس ستای بعدی هست غلامرضا تختی، باقر خان و جبار باغچه‌بان. آقای احمدی نژاد به نظر من وارد کاتگوری سیاستمدارای معاصر میشه که ما تصمیم گرفتیم به این دلیل. همینطور هم که آقای هاشمی رفسنجانی آیت الله یکی دیگه فعلا آقای خامنه ای. آقای خامنه ای بله به نظر همه موافق هستین با اون تصمیم؟ کنار گذاشتن 10 تا اسم اول شاید اونقدر کار سختی نبود، اما توی این مرحله ازتون خواهش میکنم هر کسی اسم یا کتاب مورد نظرش رو که فکر میکنه حتما دلش میخواد در فهرست نهایی 6 شخصیت اثرگذار ایرانی باقی بمونه انتخاب کنه. من آقای خاتمی رو انتخاب میکنم. من ابوالقاسم فردوسی رو انتخاب میکنم به عنوان شخصیت مورد نظر. مخالفتی ندارم، فقط فکر میکنم که آقای خاتمی و رضا شاه قبل از فروغی حذف میشن، به ویژه در اینکه آقای فروغی نقش مهمتری بازی کرده به عنوان یک روشنگر در تاریخ معاصر ایران و اونا هر دو نقش منفی بازی کردن. و از دیدگاه خودم تصور میکنم خیام و رازی رو باید کنار بذاریم. یعنی شما خاتمی رو میذارید کنار؟ خاتمی آدم سنگین وزنی در تاریخ ایران و خیام. منم والا تعجب میکنم، اولا تاریخ در آینده نشون خواهد داد. پس آقای میرحسین موسوی خب از 50 نفر رسیدیم به 20 نفر، اما هنوز هم بعضیا باید حذف بشن. هر داور یک شخصیت رو که میخواد حتما جزو 6 نفر نگه داره انتخاب میکنه.
بعضی از این انتخاب‌ها برای بقیه غیر منتظره است. فکر می‌کنم که من گوگوش اجازه بدید. گوگوش به جهان ایرانی رفته، در افغانستان، در تاجیکستان، آسیای مرکزی، قفقاز، به عنوان یکی از نمایندگان هنر مدرن ایران درخشیده. عمر خیام همیشه در ادبیات و تاریخ به عنوان یک نماینده ایران معرفی شده، هیچ مسئله نیست. کسی که خیلی راحت جزو فلاسفه و نویسنده‌ها یا محققین عربی میره ابو علی سینا. برای این ما نگرش باید بداریم. من با شما موافقم. ابو علی سینا به عنوان یه عرب معرفی میشه. اون چیزهایی که از خودش باقی گذاشته، اون فکری باقی گذاشته، اون نوشته هایی که باقی گذاشته هستن که اون فکر اسلامی رو، اون فکر ایرانی رو شکل دادن. نقش ابو علی سینا در اندیشه اسلامی انقدر پررنگه که هنوز هم در خیلی مباحث فلسفی حضور داره. از همان سنین کودکی تفاوت‌های او با همسالانش مشخص بود. بسیار جلوتر از سنش می‌خواند و روایت است که در 10 سالگی قرآن را حفظ بود. بعد از 10 سالگی که استعداد خارق العاده خودش رو در فراگیری نشان داده بود، موجب جلب نظر معلمین، پدرش و البته درباریان شد و امکانات بیشتری در اختیارش قرار گرفت. در حقیقت یک داستان یا اسطوره دربارش هستش یا حدیثی در موردش هستش که میگن که
مصدق فکر میکنم که بمونه، اگر که در نظر داشته باشیم که ماها به حال فرزندان زمان خودمون هستیم، حتی اگر که 6 نفر رو به 3 نفر هم تقلیل میدادین، به نظرم دکتر مصدق یکی از اون 3 نفر بودش. بنابراین همه دور مصدق چیکار تو این دور چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ حالا بذارین بعدن که چیزی شد بتونم بگم که بتونم همه احساساتمو بروز بدم اینجا در نسبت مقایسه کنیم بعضی از اینا با مثلا اردشیر پاپگان یا کوروش کبیر با دو مصدق. حالا بعدن میتونیم صحبت کنیم. شخصیت مهمیه آقای جان، باید بمونه. من باز